مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان و راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. با عرض سلام و روز بخیر بینندگان عزیز تلویزیون پارس، من احسان عسکری از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز در کنار برادرم ایمان عسکری از دوباره کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز در خدمت شما هستیم تا یک ساعت آینده با برنامه روی خط پول در نبود آقای طالبی که فکر میکنم هفته دیگه توی برنامه باشن. مسافرتی رو باید میرفتن که در این هفته برمیگردن و در خدمت شما خواهند بود. با تشکر از آقای اسی و ایمان جان، اگر تو هم صحبتی داری. بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. خوشحالم که یک هفته دیگه هم در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم اطلاعات خوبی رو در مورد سرمایه گذاری و بازار سهام و مسائل اقتصادی در خدمتتون بگذاریم. بسیار هم عالی، ممنونم. بله عزیزان، طبق روال به همیشگی برنامه ما امروز هم برای بار دیگه سعی میکنیم که یه تجزیه و تحلیل رو از اخبار اقتصادی روز داشته باشیم و خدمتتون آمار و ارقامی رو که حالا ایمان جان بخشیش رو آماده کرده و بخشیش رو من آماده کردم خدمتتون ارائه بدیم. ایمان جان اگر که دوست دارید شما با ریپورتی که همیشه آماده میکنید کاری رو که چیزی رو که آماده کردید و در خدمت بینندگان عزیز قرار بدید. بسیار عالی. بله، من هم داشتم امروز در واقع نگاه میکردم اطلاعاتی رو که آماده کردم. طبق روال همیشه حالا من اسکرینم یا صفحه خودم رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت، ولی خب به طور خلاصه بخوام بهتون توضیح بدم، در ماهی که گذشت، ماه جولای، ماه بسیار خوبی بودش برای اکثر شاخص ها. بسیار درآمدهایی که بیرون اومدش بیشتر کمپانی ها بهتر از انتظار بودش و ما یک روند رو به بالای غیر قابل پیش بینی تا حدی شاهدش بودیم و در تمام قسمت ها، البته این هفته هم یکی از شلوغ‌ترین هفته ها از لحاظ درآمد کمپانی ها هستش که باید منتظر اون هم باشیم ببینیم به چه شکل پیش میره، ولی به طور کل ماه جولای ماه خیلی خوبی بودش و از اول سال به این ور هم، یعنی از شروع سال 2023 ما شاهد رشد خیلی خوبی بودیم که دور از انتظارها بود که تا اینجای سال به این شکل بتونه مارکت برگرده به قیمتهایی که در اوایل سال 2022 رسیده بود یا در بالاترین قیمتهای خودش در سال 2021. من صفحه خودم رو با بینندگان شیر میکنم که بتونیم بهتر توضیح بدیم در این مورد. اوکی، من خیلی سریع اتفاقی که امروز در مارکت افتاد رو براتون توضیح میدم. داو جونز رو میبینیم که امروز بالاترین قیمت خودش رو در 52 هفته گذشته، یعنی در یک سال گذشته زدش. داو جونز بعد از این که تقریبا تو دو هفته گذشته 12 روز پشت سر هم مثبت بسته شدش، یک 12 روز در واقع رشد پشت سر هم رو تجربه کردش، ولی خب این شکسته شد در هفته پیش روز پنجشنبه. این اتفاق استاپ شد و یک روز منفی رو تجربه کردش، ولی تا اینجای کار میبینیم که بسیار سال خوبی بوده. پایین ترین قیمتش در یک سال گذشته داو جونز 29,000 بوده
که در حال حاضر میبینیم در 35630 هستش. امروز 70 واحد دیگه مثبت بوده. اگر به این قسمت دقت کنید، year to date از اول سال 7% مثبت بوده و در یک سال گذشته اگر حساب کنید 8.42% مثبت بوده. داره نشون میده که در واقع اقتصاد روی خطی هستش که برای برگشت خودش داره آماده میشه. قیمت‌ها دارن میرسن به زمانی که بالاترین قیمت‌های خودشون بود در سال 2021. این نمودار 5 ساله داو جونز هستش، همونطور که میبینید این زمان سال 2021 هستش که به 36232 بالاترین قیمت خودش بوده رسیده و در حال حاضر تقریبا نزدیک به اون قیمت هستش. حالا باید ببینیم در ادامه کار و در این ماه ادامه ارنینگ سیزن یا فصل درآمدها ببینیم به چه شکل کمپانیا عملکرد خودشون رو در 3 ماهه دوم سال نشون میدن. و داو جونز و حتی این هفته هم یک مسئله دیگه هم که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه جاب ریپورت هستش یا ریپورت شغل هایی که اضافه شده در ماه گذشته که انتظار میره که بیشتر از اون چیزی که در واقع انتظار داشتن درآمدها رشد کرده باشه. حالا S&P 500 رو من براتون میارم. S&P 500 یکی از شاخص های اصلی هستش که از 500 تا بهترین کمپانی های آمریکا در واقع ساخته شده. S&P 500 هم در ماه جولای بسیار ماه خوبی و پشت سر گذاشت. البته امروز 12 واحد کاهش پیدا کرد در 4576 بعد از اینکه همراه با شاخص داو جونز تو 2 هفته گذشته بسیار روند خوبی و رو به بالایی رو طی کردند. همینطور که میبینید از اول سال 20% S&P 500 پازیتیو یا مثبت هسته، از یک سال گذشته تا به حال 11%. این دسته از افرادی که با آفیس ما در واقع کار میکنن، ما امسال خیلی از کلاینت هامون رو در شاخص های مثل S&P 500 و حتی خودش در واقع گذاشتیم که مطمئنن تا اینجای کار خیلی رشد خوبی رو تونستن شامل حساب خودشون بکنن و خب این باعث خوشحالی ما هستش که بتونیم در واقع این شاخص ها رو درست براشون شناسایی کنیم و زمانهایی که احساس کنیم خیلی میتونن ریترن خوبی داشته باشن براشون تغییر بدیم. این 5 ساله S&P رو بهتون نشون میدم. S&P 500 هم تقریبا داره برمیگرده به بالاترین قیمت خودش. خب خدمتون گفتم خیلی دور از انتظار بود که مارکت به این سرعت و توی طی تقریبا چندین ماه، چون اگر ما اینجا رو نگاه کنیم از در واقع ماه مارچ که ما دوباره یک پایین رفتن شدید و توی مارکت تجربه کردیم که S&P 500 به 3800 رسیده بود در ماه مارچ، بعد از چندین ماه میبینیم که در 4576 تقریبا 15-16% بیشتر افزایش پیدا کرده شد و خب خیلی خیلی مطمئنن افراد میتونن از این موقعیت ها استفاده بکنن و رشدهایی مثل 15%، 10%، 20% رو شامل خودشون بکنن. و خیلی هم سریع شاخص نزدک رو میبینیم که شاخص تکنولوژی هستش. نزدک هم خیلی سال خوبی و تا اینجای کار شروع کرده، با اینکه البته خب پارسال هم سال بسیار پرنوسانی براش بود که تا ما شاهد بودیم تا 30-35% در یک جای کار منفی بودش برای سال 2022، ولی خب با توجه به اینکه شاخص تکنولوژی هست، بزرگترین کمپانی‌های تکنولوژی درش هستن مثل آمازون، اپل، گوگل، خب خیلی
این مسئله باعث میشه که این شاخص پرنوسان بشه و رشدهای زیادی رو ببینیم درش. از اول سال نزدک 36% مثبت بوده، در یک سال گذشته 15% مثبت بوده. خب بیشترم به خاطر کمپانیایی مثل آمازون و اپل خدمتون گفتم، چون رشد خوبی رو داشتن از اول سال، مخصوصا اپل و آمازون هم در همین هفته درآمد خودشون رو اعلام میکنن. دوتا از بزرگترین کمپانیا، اپل که تقریبا یک کمپانی 3 تریلیون دلاری هستش، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه درآمدشون که اعلام میشه اگر خوب باشه یا بد باشه. و همینطور آمازون هم این هفته درآمد خودشون رو اعلام میکنن که بعد ببینیم تا اونجای کار به چه شکل پیش خواهد رفت. و اوراق قرضه بهره های 10 ساله هم میبینیم که یک بار دیگر بالای 4% رفتن، 4.01. بعد از اینکه هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کردش که بهره ها رو نرخش رو دوباره افزایش میدن، چون 10 ماه پشت سر هم این کارو کردن، ماه جولای در واقع ببخشید ماه جون این کار رو انجام ندادن، استاپ کردن. و ولی دوباره بعد از اینکه هفته پیش اعلام کردن که قصد این رو دارن تورم رو کنترل کنن، برای همین باید بهره ها رو تا سقف 5% هدفشون هستش که در این سال افزایش بدن، که در حال حاضر ما 4% هستیم. این میتونه تا آخر سال به 5% با توجه به افزایش هایی که یک افزایش دیگه در راه هستش که باید منتظر باشیم. فکر کنم در سپتامبر میتینگشون هست اعلام میکنن که اون هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روند مارکت. و من نفت رو هم خدمتون نشون میدم، نفت هم خیلی خیلی در ماه جولای هات بود، به قول معروف خیلی پرنوسان بود، رو به بالا حرکت کردش، تقریبا از 67 دلار میبینید که در اواخر ماه جون 67 دلار بود، میبینیم که الان به 82 دلار رسیده. یک مقدار پروداکشن اوپک بعد از اینکه اعلام کردش کاسته میشه، کمتر میکنن. و همینطور عربستان سعودی هم اعلام کرد که روزی 1 میلیون بشکه کمتر پروداکشن انجام میدن. خب خیلی تاثیرگذار بود رو قیمت نفت. همینطور به تازگی هم بعد از اینکه دلار یک مقدار قوی تر شد، در همین امروز در واقع یک مقدار کمک کرد تا نفت هم قیمتش بالاتر بره، برای اون کشورهایی که دلار کار نمیکنن و در واقع با کارنسی های دیگه میخوان نفت رو از کشورهایی که نفت دارن بخرن، خب تاثیرگذار بود و قیمت نفت رو بالاتر بردش. در از اول سال تا به حال نفت از اول سال 3.93%، تقریبا 4% از اول سال مثبت بوده، ولی نسبت به یک سال گذشته هنوز 1.5% منفی هستش. خب نفت هم به نظر میرسه یک کانال بین 70 تا 80 دلار فعلا بمونه، تا ببینیم به چه شکل اوپک جلسه بعدی که دارن چه صحبتایی رو میکنن، که اون هم خیلی تاثیرگذار هستش. و یک نکته دیگه در مورد طلا هست. طلا هم دیدیم که دیروز 2000 دلار رو شکوندش بعد از اینکه در ماه می 2000 دلار رو رد کرده بود، یه مقدار آرومتر شد، پایینتر اومد، تا 1900 هم پایین اومد. ولی بعد از اینکه دیروز شاهد بودیم 2000 دلار رو یه مقدار رد کرد، شکون دوباره، و با خبر اینکه دلار یه مقدار قوی تر شد، باعث شد امروز بیاد زیر 2000 دلار، در 1985 هست برای هر اونس طلا. و طلا هم خب یکی از سرمایه گذاری هایی هستش که تا
تا حدی مطمئن هست، ولی خب شما ریترنی که ازش میتونید بگیرید در واقع خیلی میتونه زمانبر باشه، یعنی سالهای زیادی رو باید صبر کنید تا بتونید ازش رشد به قول معروف 10 یا 15% روش بگیرید. و یک شاخص دیگه هم من میخوام نشون بینندگان عزیز بدم، شاخصی هستش که ما توی حساب‌های فیکس ایندکس انویتی خودمون استفاده میکنیم. دوست دارم بهتون توضیح بدم که در این شاخص در واقع به چه شکل پرفورمنسش در سالهای گذشته بوده. خب همینطور که میبینید این عمل کرده این شاخص در 20 سال گذشته هستش. ما سال 2008 رو در این قسمت میبینیم که خب پایین اومدش این شاخص، ولی به اون شدتی که شما بقیه شاخص ها رو ببینید و مقایسه کنید به اون شدت کاهش پیدا نکردش بین سال 2008 تا 2009. ولی خب این شاخص هایی که برای این نوع حساب ها استفاده میشن خیلی ریسک درش پایین هستش، و در زمانی هم که شما توی این شاخص ها باشین در این حساب ها، این پایین رفتن هایی که میبینید به هیچ عنوان شامل حساب شما نمیشه، تأثیر گذار نیستش. و به عنوان مثال برای سال گذشته که خب یک کاهش خیلی زیادی رو تجربه کردن این شاخص ها، یه موقعیت خوبی رو به وجود آورد برای افراد که بتونن با قیمت کمتر وارد این شاخص ها بشن. همینطور که اینجا میبینید خب این شاخص شروع به برگشت کرده، مطمئناً همینطور که میبینید در سالهای گذشته این پایین اومدن وجود داشته، ولی خب همیشه کاور کرده خودشو و برگشته رو به بالا. خب به خاطر اینکه اقتصاد همینه، همیشه رو به جلو حرکت میکنه و خیلی موقعیت خوبی رو به وجود آورده برای کلاینت هایی که ما در آفیسمون از سال گذشته وارد این شاخص شدن. خیلی مطمئناً خوشحال هستن، چون در حال حاضر تا اینجای کار 7% تا اینجای سال مثبت بوده این شاخص. حالا سالهای گذشتهش هم میبینیم که مثلا به عنوان مثال سال 2008 که خدمتون نشون دادم 14% کاهش پیدا کرده، در صورتیه که شاخصهایی مثل داو جونز و S&P 30-35 تا 45% کاهش پیدا کرده بودن، که خب این خیلی میتونه با تأثیر گذار باشه واسه افرادی که حسابهای بازنشستگی دارن. شما نمیخواین که حساب بازنشستگیتون در شاخصهایی باشه که 40 تا 50% احتمال پایین اومدن داره. و خواستم فقط این هم نشون بدم برای افرادی که در واقع دوست داشتن اطلاعاتی در این مورد بگیرن. خب من بیشتر در این مورد وقت شما رو نمیگیرم، احسان جان هم مطالبی آماده کردن با شما در میون میگذارن، من دوباره با شما برمیگردم. بسیار عالی، خیلی ممنونیم اون جان، خیلی اطلاعات جامع خوب بود. من هم کنم یه سری چیزا رو باز میخوام، من صدام بسته بود ببخشید. تشکر میکنم از ایمان جان، امیدوارم که این اطلاعاتی رو که آماده میکنی همیشه بتونی به این شکل ادامه بدی و ازت ممنونم. در مورد شاخص صحبت کردی و شاخص ها بسیار مهمند برای حسابایی که اکثرا این روز شما در اوتلت های نیوزی متفاوت میشنوین و همکاران ما در این زمینه در مورد این حساب ها تقریبا اون چیزایی که من شنیدم از تبلیغاتی که میشنوم، اکثر افراد رو اگر شما تماس بگیرید حسابی رو که برای شما مد نظر دارن یک نوع فیکست ایندکس انیوتی هستش. و حالا قبل از اینکه در مورد خوبی یا بدی فیکس ایندکس انیوتی صحبت بکنیم،
دوست داریم که یه مقدار در مورد خود ساختار حساب صحبت بکنیم. به طور کل انیوتی که از همون لغت انم یا سالیانه که میادش، زمانی به وجود اومد که در به خصوص بعد از جنگ جهانی اول کمپانی‌های بیمه برای اینکه وارد عرصه بازنشستگی و ایجاد درآمد بازنشستگی بشن، پروداکت انیوتی رو به وجود آوردن و به طور کل یک قراردادی هستش انیوتی بین شما و کمپانی بیمه. حالا نوع انیوتی رو کاری نداره، اون ساختار اساسیش، اون مثل این مونه که مثلا تمام انسان‌ها نفس میکشن بدون اینکه به جنسیت و ریسشون کاری داشته باشیم. تمام انسان‌ها نیاز به خواب دارن، تمام انسان‌ها یه سری قاعده های در مورد انسان که به طور کل در تمام انسان‌ها صدق داره. انیویتی هم یه سری ساختارهایی داره که حالا فارغ از اینکه نوعش چیه، وریبل، فیکسد، فیکس ایندکس، منیجد فاند، لینکد ایندکس، هر کدوم از ایناست یه سری قواعد و قوانین داره. یکی از اونها اینه که یه یونیلترال کانترکت، یعنی یک قرارداد یک طرف است و اگر شما اون رو به عنوان یه سینگل پریمیوم انویتی خریداری بکنید، شما فقط میتونید اون رو کنسلش بکنید و کمپانی بیمه وقتی که با شما وارد این قرارداد میشه موظف هستش که تا انتها اون مفاد قرارداد رو رعایت بکنه و بر اساس اون عمل بکنه و جلو ببرتش. به همین جهت بهش یه یونیلترال یا یک طرفه میگه. نکته بعدی که در مورد انویتی هست، تمام انویتی ها درآمد پرداخت میکنن، یعنی بر اساس ساختار انویتیزیشن شما این قابلیت رو در دل هر انویتی دارید که اون اصل پول رو به کمپانی بیمه واگذار بکنید و کمپانی بیمه بر اساس مورتالیتی، اکچوریال مورتالیتی استاتستیک اند دیتا، یعنی اون آماری که در آمار مرگ و میری که وجود داره، میاد بر اساس سن شما یک مقدار درآمدی رو تضمین میکنه که تا آخر عمر بده. اگر بخواین میتونه تضمین بکنه که تا آخر عمر خودتون و همسرتون بده، اگر بخواین میتونه تضمین کنه تو 10 سال بهتون بده، تضمین کنه تو 15 سال بهتون بده، تضمین کنه تو 20 سال بهتون بده و تضمین بکنه که تا آخر عمر بهتون بده. اینا آپشنای مختلفیه که وجود داره، ولی به خاطر پیشرفت ها و تغییرات و حالا انهانسمنت و ادوانسمنتی که توی انیوتی ها شده، شما مجبور به اکسرسایز کردن انیوتیزیشن نیستید و میتونید تحت مفاد کانترکتی که درش هستید یا اگر رایدری یا ادیشنال فیچری دارید با استفاده از اون همچنان درآمد مادام العمر خودتون رو به وجود بیارید، ولی همچنان اون اصل پولتون رو به کمپانی بیمه واگذار نکنید و اگر 5 سال از آن خواستید بتونید اون پرینسیپلتون یا کشوریتون رو بگیرید و از کانترکت برید بیرون. این یه ویژگی مثبتیه که در طی زمان در انیوتی ها به وجود اومده و یه کش ولیوی داره و اون کش ولیو برای شما قابل برداشت هر وقت که بخواد. حالا در حال حاضر فیکس انیوتی ها، یعنی انیوتی هایی که یک نرخ ثابتی رو پرداخت میکنند، در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ تریجری یا نرخ بهره های دراز مدت افزایش پیدا کرده یا حتی بهره‌های کوتاه مدت و نرخ سی دی، فیکس انیوتی ها هم نرخ‌های خوبی رو در حال حاضر پرداخت میکنن برای مدت‌های بین 2-3 و 5 سال، ولی بیشتر 5 ساله که طولانی ترین مدتشه، در حال حاضر بر اساس آخرین آماری که ما گرفتیم و بر اساس اینکه کمپانی که انتخاب میکنیم ریتینگ A یا بهتر داره، یعنی A+, A++ یا AAA+، که بسیار قابل اطمینانه، میتونید روش حساب بکنید که بانکراپسی فایل نمیکنه، بسیار ریتینگ مهمه. بر اساس ریتینگ A یا بهتر الان بیشترین نرخ 5 ساله که شما میتونید بگید 5.25 هستش و این یه چیز ثابتی. شما 1 میلیون دلار بذارید، 52000 دلار سالی، 52250 تا سالی میگیرید و این هر ساله تکرار میشه تا 5 سال. انتهای 5 سال هم قرارداد فسخ میشه و شما پولتون رو پس میگیرید. این برای اون دسته از عزیزانیه که میتونن
با این 5% بهره راضین، کافیه براشون و میتونن این سرمایه‌گذاری رو استفاده کنن. فایده این چیه؟ فایده این اینه که شما اگه امسال وارد شید، یه سال از الان بهره ها رو بیارن پایین به هر دلیلی، مثلا یه وارد ریسیشن شید، بهره های بانکی دوباره مثل 40 سال گذشته بشه 0%، شما رو 5% یه نرخی رو فیکس کردید که تا 5 سال بهتون این رو مجبور و موظفه که کمپانی بیمه اهدا کنه. به همین جهت خب این از این جهت ویژگی خوب داره، ویژگی داره که اگه برای افرادی که هم یه به دنبال یه سرمایه گذاری تقریبا کوتاه مدت ترم و اینکه میخوان تا 5 سال آینده خیالشون راحت باشه ریگاردلس از اینکه تو مارکت چی میشه درآمد دارن، درآمد یا بهره پولشون رو میگیرن. نوع دیگه انیوتی وریبل انیوتی هستش، یا انیوتی هایی که میتونه اصل پولتون متغیر باشه و رشد پول وابسته به ساب اکاونت ها یا حساب هایی مانند میوچوال فاند هستش که شما به طور مستقیم توی اینا سرمایه گذاری میشه پولتون و بر اساس حرکت روزانه اونها حرکت پول شما هم تعیین میشه. این انیوتی ها در سال 2000، یعنی در سال 2000 تا 2010 بسیار محبوب بودن و حتی در ابتدای دهه دوم قرن 21 هم حتی ما شاهد انتقال حجم زیادی از پول در این حساب ها بودیم. منتها پس از اینکه این پابلیسیتی و یا این پی آر پابلیک ریلیشن در مورد اینها گسترش پیدا کرد و مردم اطلاعات بیشتری رو از وریبل انیویتی ها به دست آوردن، متوجه شدن که در کنار اینکه اصل پول شما متوجه ریسکه، یعنی توی شرایط بدی مثل پارسال 2008 که مارکت پایینه نه تنها شما میتونید پول از دست بدید، بلکه انیویتی های وریبل به خاطر اینکه وریبل هستن هزینه های زیادی رو داره کمپانی بیمه شما رو چارج میکنه که بتونه اون گارانتی ها رو پروواید کنه. و همین جهت رفته رفته ما داریم میبینیم که فیکس ایندکس انیویتی محبوبیت خودش رو داره از دست میده و مردم کمتر از اون استفاده میکنه به خاطر هزینه های زیاد، به خاطر ریسک هست، ولی درش همچنان درآمد مادام العمر وجود داره و شما میتونید درآمد تضمین شده ازش بگیرید، ولی سرنوشت از پولتون بیشتر تحت پرسش قرار میگیره و اینکه آیا کار بهتری اگه میتونید بکنید با همون درآمد مادام العمر رو در جای دیگه بگیرید بدون اینکه اون فیار بدید. حالا چیزی که بسیار محبوب شده و دلیلش هم اینه که شما تقریبا هر شخص ایرانی که در این بزنس هستش در موردش صحبت میکنه و به ندرت شما میبینید کسی بیاد در مورد مسائل دیگه صحبت بکنه، فیکس ایندکس انویتی هستش و این فیکس ایندکس انویتی پاپیولاریتیش بهترین و بالاترین در تاریخ بوده. در کوارتر اول 2023 تقریبا نزدیک 100 میلیارد دلار پول درش وارد شده. در سال گذشته فکر کنم یه مقدار کمتر از 1 تریلیون در سال 2022 وارد فیکس ایندکس انویتی شده و به شدت محصولات خوبی رو کمپانی‌های بیمه دارن ارائه میدن به خاطر رقابتی که به وجود اومده و به خاطر پول بزرگی که داره به سمت این مارکت به قول معروف روانه میشه و کمپانی‌ها هر کدوم یه قسمتی از این حجم پول رو میخوان و همین جهت بسیار رقابت سفت و سخته. ریت‌های خیلی خوبی رو از کمپانی‌های مختلف شما میتونید بگیرید، پروموشن‌های زیادی وجود داره، در طی سال کمپانی‌ها پروموشن میدن که بتونن جذب کنن شما رو. خیلی وقتا این پروموشن ها اگه تجزیه و تحلیل شما درست باشه یا با کسی که کار میکنید واقعا به نفع شما به دنبال این حساب بگره، خیلی وقتا این پروموشن ها میتونن به پول شما اضافه بکنن به عنوان بونس یا نرخایی که وجود داره در طی سالها اونها رو بتونه به نظر کردیتینگ ریت برای شما نرخای خوبی رو ارائه بدن. حالا این ایندکس انویتی خوبی که دارن اکثر اونایی که ما باشون کار میکنیم هیچ هزینه سالیانه ای ندارن و خب این بسیار بسیار اهمیت داره از این جهت که هر نرخ ریترین رو که ما برای شما در نظر بگیریم بدون اینکه چیزی سالیانه به عنوان کارمزد ازش کم بشه به اصل پول شما اضافه میشه. ما حالا میخوام از ایمان جان که یک مقدار
در مورد چون در مورد شاخص ها صحبت کرد، میخوام یه مقدار در مورد چگونگی کارکرد شاخص ها. مثلا اگه شما وارد یه ایندکس انویتی میشید، یه شاخصی رو دارید به عنوان مثال S&P 500، که این S&P 500 یک شاخص یک ساله هستش، انیوال پوینت تو پوینته، چجوری کمپانی بیمه با استفاده از پارتیسیپیشن ریت های بالایی که در حال حاضر هست رشد شما رو محاسبه میکنه. و میتونیم مثلا میتونیم بزنیم بر اساس یک درصد رشد تصوری که بعضا نشون بدیم که به طور مثال اگه 200% پارتیسیپیشن ریت باشه چگونه محاسبه میشه برای عزیزان که بخوان اینترست کردیتشون رو بگیرن. بله، خیلی ممنون از توضیحاتت شما احسان جان. من خیلی هم کوتاه تلفن آفیسمون رو خدمتتون اعلام میکنم. اگر دوستان یا شنوندگان عزیز سوالی دارن یا حسابهای بازنشستگی خودشون دارن، خوشحال میشم که با آفیس تماس بگیرم. ما مطمئنم میتونیم به طور رایگان حسابهای بازنشستگی که شما از قبل دارید رو براتون آنالیز بکنیم، بتونیم ببینیم شاخصهاتون به چه شکل هست، اگر لازم تغییری درش بدین. اگر که واقعا حساب خوبی رو دارین، ما مطمئنم به شما میگیم که حسابتون رو نگه دارین. اگر که احساس کنین میتونه بهتر باشه یا حسابی با بنفیت یا در واقع سود بیشتری براتون باشه، بهتون بگیم. شماره آفیس هست 310-205-9000، 310-205-9000. و اما در مورد شاخص ها و چگونگی استفاده کمپانی ها از این شاخص ها، خب خیلی در واقع موضوعیه که بیشترین تأثیر رو در قسمت رشد حساب شما میگذاره. در حال حاضر کمپانی های بیمه یک ترفندی رو دارن برای زمانی که شما قراره که اینترست کردیت یا سود در واقع برای حسابتون بخواییم بگیریم سال به سال. یک چیزی وجود داره به اسم پارتیسیپیشن ریت که به فارسی میشه حق مشارکت شما. خب کمپانی های بیمه با توجه به اینکه سال گذشته خیلی روند رو به پایینی بودش در مارکت، یک برنامه ای رو گذاشتن، همین پارتیسیپیشن ریتی که خدمتون گفتم، به این معناست که شما چه مقدار از رشد یک شاخص رو میتونید مال خودتون بکنید. بعضی از کمپانی‌ها خب در سالهای گذشته زمانی که به عنوان مثال یک شاخصی 10% در یک سال رشد میکرد، خب قدیمتر مثلا 5-6 سال پیش، من خودم هم یادمه بعضی از حساب‌ها، یک مقدار پارتیسیپیشن ریتی که به شما میدادن حق مشارکت شما توی این 10% بودش 7%، یعنی 70% از هر چی که رشد مارکت بود به شما پرداخت میکردن، یعنی اضافه اون 3% رشدی که اضافه بود مال خود کمپانی بیمه میشد. ولی در حال حاضر و چندین سال گذشته با کمپانی هایی که ما کار میکنیم 100% رشد شاخص رو به شما پرداخت میکنن و حتی توی یکی دو سال گذشته هم یک مهندسی ویژه‌ای که آوردن شما حتی بیشتر از 100% رشد رو در بعضی از این حساب ها میتونید شامل حساب خودتون بکنید. به چه معنا؟ مثلا پارتیسیپیشن ریت وجود داره الان 200%. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر اون شاخص مد نظر در یک سال رشد کنه، شما تا 2 برابر رشدش رو شامل حسابتون میکنید. و مطمئنا خیلی ها میتونن بگن که این خیلی خوبه و چطوری ممکنه. این قسمتش رو کمپانی های بیمه در واقع مهندسیش رو انجام میدن. خب این ریت ها همیشه به این شکل نمیتونه بمونه، اینها میتونه تغییر کنه، میتونه بعداً کمتر بشه، ولی در حال حاضر یک موقعیت استثنایی هستش. با
پارتیسیپیشن 200% به چه معناست؟ به این معناست که اگر شاخص مد نظر در یک سال 10% رشد بکنه، به حساب شما 20% اضافه میشه. بقیه اون 10% هم کمپانی های بیمه در واقع اضافه میکنن و این باعث میشه که شما بتونید حتی اگه مثلا در یک سال اگر فقط 4% شاخصتون رشد کنه، 4% مثبت باشه، شما میتونید 8% شامل حسابتون بشه. و خب این یه موقعیتی رو به وجود میاره که خب بیشتر این حساب‌های فیکس ایندکس انویتی هم یک پایه درآمدی درش وجود داره. پایه درآمدی باعث میشه که به شما کمک کنه مادام العمر درآمد بگیرین از این حساب‌ها. و خب در حال حاضر شاخص‌های خیلی خوبی، به عنوان مثال شاخص‌هایی که بهتون امروز نشون دادیم، S&P 500 که ما برای بعضی از کلاینت‌هامون گذاشتیم S&P 500 و امسال، تا اینجای کار 20% مثبت هستش. خب این میتونه خب مثلا برای S&P چون که خیلی نوسان داره 200% پارتیسیپیشن ریت نمیدن، برای مدت یک سالش تقریبا 120% تا 150% که به این معناست اگر شما 150% پارتیسیپیشن ریت دارین و S&P 500 در حال حاضر 20% مثبته، شما میتونید به عنوان مثال 30% رشد بگیرید تا اینجای کار. و خب این خیلی نکته مهمیه و این بود توضیح در این مورد. خیلی هم عالی، من باید موافقم، چون که من خودم تقریبا یکی دو ماه که مارکت قابل توجه بالا رفته، برای چند تا از کلاینت ها، اگه حالا این برنامه رو دارن میبینن حتما میدونن کی رو میگم، باشون تماس گرفته شد. هر وقت که اپورتونتی باشه ما با شما تماس میگیریم، یعنی اگه باهاتون تماس نگرفتیم بدونید که هنوز اپورتونتی نشده که بتونی رشد خوبی رو داشته باشید، ولی توی مقادیر بالا تونستیم براشون رشد ایندکس رو لاک بکنیم. شما توجه داشته باشید عزیزان، این نوع حسابا به هیچ وجه ریسک پایین اومدن پول درش وجود نداره، یعنی شما وقتی که میخواین اینا رو مقایسه بکنید و باید با دیگر حساب‌هایی که درشون رشد ریسک پایین اومدن پول وجود نداره مقایسه کنید و ببینید اونا چقدر به شما میدن، اینجا چقدر به شما داده میشه. شما به طور مثال اگر که در یه سی دی سرمایه گذاری کردی به خاطر اینکه نگران این هستی که اصل پولت از بین نره و به دنبال یه بهره هستی، خب همون 3-4-5% به بستگی به روزش داره رو میتونی بگیری. ولی اگر در این حساب ها سرمایه گذاری کنید، ولی اگه تو سی دی باشید و S&P 500 25% بره بالا، شما هیچ تغییری در بهره‌ای که میسازید وجود نداره. میدونید چی میگم؟ یعنی در حقیقت این بازار سهام بوده که منجر به اندوختن مال بسیار زیاد شده و دلیلی هم که افراد وارد مارکت میشن، خیلی وقتا میشن یکی زندگیشو از دست داده یا خیلی ها موفق شدن، خیلی ها پول عالی ساختن، تنها دلیلش اینه که بازار سهام نسبت به اسید کلاس های دیگه همیشه نرخ رشدی خیلی بهتری داشته در مقام مقایسه با هر چیز دیگه که شما بگید. بازار سهام یکی از بهترین اسید کلاس ها برای سرمایه گذاریه، ولی افراد میترسن که در به دلیل اینکه نمیدونن چی کار دارن میکنن پول از دست بدن. حالا ما اینجا یه راهکاری رو پیدا کردیم، شما اصل پولتون رو به هیچ وجه نباید تحت شما قرار بدید، فقط و فقط در افزایش های بازار سهیم خواهید بود. خب این افزایش ها یا این شراکت در افزایش بازار سالیان سال بسیار با خصاصت از طرف کمپانی های بیمه آفر داده میشد، یعنی کمپانی های بیمه اگه مارکت 10% میرفت بالا به شما 3-4% میدادن. الان به خاطر اینکه نرخ بهره ها رفته بالا و ساختارهایی که کمپانی بیمه دارن بر اساس نرخ فیکس ریت یا ریسک فری ریت تعیین میشه یا نرخ تریجری، قادر به این هستن که نرخ‌های خیلی خوبی رو ارائه بدن. و خب ما تونستیم از اول سال و حتی انتهای 2022، یعنی 6 ماه آخر 2022، نرخ‌های بسیار قابل توجهی برای عزیزان بگیریم و این افراد به شدت خوشحال خواهند بود در طی سال‌های آینده به خاطر اینکه بازار سهام آمریکا که با فار بهترین و بزرگترین
موتور اوراق قرضه جهانه، فقط کمپانی اپل به تنهایی از یوکی، از تمام استاک مارکت یوکی کپیتالیزیشن بیشتری داره. این یک آمار غیر قابل باور بوده قدیما، ولی الان داره اتفاق میفته به خاطر اینکه شما در این افزایش ثروت، در این رشد باور نکردنی که در ثروت کمپانی های بزرگ آمریکایی وجود داره میخواین شریک باشی، خب میتونید از این حساب استفاده کنید. حالا شما مجبور به این نیستی که تمام سرمایه خودتون رو تو این حساب بذارید، ولی میتونید بدون شک تو پورتفولیو خودتون اینو داشته باشید. به طور مثال اگر شما 1,000,000 دلار لیکوید اسست دارید، میتونید یه ادوایزبل رول اینه که بین 25 تا 50 درصدش رو تو این حساب میتونید قرار بدید. رشد قابل توجه میتونه بکنه، از اصل پول شما حفاظت میشه در زمانهایی که بازار سهام رو به بالا رو به رشده، شما در اون شریک خواهید بود و درآمد مادام العمر ما اینا رو بر اساس شرایط شما دیزاینش میکنیم و اونم خیلی مهمه، چون شما باید قادر به این باشید که با کسی که کار میکنید بتونید اینو کاستوم میک کنه برای شما، یعنی بر اساس نیازهای شما. حسابایی هستن که 10 سال از الان درآمد میدن، حسابایی هستن که بلافاصله درآمد میدن، حسابایی هستن که برای 5 سال به بعد گرفتن درآمد طراحی میشن، حسابایی هستن که اصلا درآمد نمیدن و تمرکز روی دث بنفیت یا انتقال پول به عزیزانه، حسابایی هستن که تکس دیفرال رو برای شما به وجود میارن. اینا خب مستلزم اینه که شما با ایجنتی که کار میکنید یا ادوایزری که کار میکنید علم این رو داشته باشید و بتونه در این زمینه شما رو قدم به قدم راهنمایی بکنه و کمکتون کنه بهترین تصمیم رو بگیرید. ولی شک نکنید که در حال حاضر اگر یکی از این حسابا رو دریافت بکنید، بهترین ریت تاریخش رو گرفتید، به خاطر اینکه ما به شدت داریم ایمیل میگیریم از کمپانی ها که به زودی نرخ ها پایین خواهد رفت به خاطر گایدنس یا پیشبینی که از وضعیت اقتصادی در آینده هستش، و وقتی شما با این ریت ها وارد میشید، اینا رو کمپانی به شما آنر میکنه، برای سالیان سال میتونید بهره خوبی رو بگید. به طور متوسط ما میتونیم به شما بگیم که در این حساب ها شما بین 6 تا 8 درصد میتونید بهره در طی سالها به طور متوسط بسازید. اگر شما 1,000,000 دلار قرار بدید، میتونید بین 6 تا 7 درصد درآمد ازش بگیرید. حالا این برای وقتی که بخواید ایمیدیتلی کار بکنید، اگه بخواید 5 سال صبر کنید، به مراتب درآمد شما افزایش پیدا خواهد کرد. یک ساختار خوبی که برای حسابهای بازنشستگی میتونه استفاده بشه این هسته، شما میتونید IRA 401k خودتون در این حسابا قرار بدید و اون هدف اصلی که retirement account داره رو باهاش به قول معروف پیاده کنید. یعنی چی؟ یعنی شما حساب بازنشستگیتون مثل IRA 401k تون احتمال خیلی زیاد بهش نیاز خواهید داشت در دوران بازنشستگی، که در کنار درآمدهای ثابت دیگه که دارید به شما درآمد ماهینه بده تا بتونید زندگی کنید وقتی که دیگه کار نمی‌کنید. احتمالا شما سوشال سکیوریتی دارید. اکثر هموطنان عزیز ما به یک نوعی در ریل استیت اینوستمنت دارن و از اون دریافت می‌کنن. به غیر از این دوتا دیگه هیچ چیز دیگه‌ای در آمریکا برای ریتایرمنت وجود نداره. همتون میدونید که به خاطر حالا اون دسته از عزیزانی که بزنس خودشون رو داشتن، به خاطر اینکه احتمالاً تکس زیادی ندارن در طول عمرشون و به اصطلاح فایل یعنی سوشال سکیوریتی تکس آنچنانی ندادن، به احتمال زیاد سوشال سکیوریتی آنچنانی نمیگیرن. شاید به طور متوسط بین 1000 تا 2000 دلار، که حالا اگه 2000 دلار کیس خیلی خوبه بتونید بگید. ما کیس هایی دیدیم که 200-300 دلار میگرفتن فقط به خاطر اینکه نمیدونستن که اگه پیرول تکس رو بدن سوشال سکیوریتی شو میتونه 4000 دلار بشه در ماه. اگر از زن و شوهر بودن میتونستن 8000 دلار در ماه بگیرن. اینا کارهاییه که به هر حال با علمی اگر داشته باشید، علم داشته باشید در این زمینه میتونید انجام بدید. حالا در کنار سوشال سکیوریتی یا منابع دیگه درآمدی که به طور مثال مثل پنشن و اینجور چیز، اگه برای یه کمپانی بزرگ قدیمی آمریکایی کار کرده باشید احتمال زیاد به شما پنشن میدن. اگه یه لامسام 401k لامسام IRA دارید، خب میتونید از این حساب‌ها استفاده کنید برای اینکه بهتون تا آخر عمر درآمد بده. حتی اگر شما تا 100 سالگی هم زندگی بکنید، این درآمد برای شما ادامه خواهد داشت. یکی از ریسک‌هایی که ما در هفته پیش در موردش صحبت کردیم،
یکی از چیزهایی که مردم under estimate میکنن ریسک دراز مدت زندگی کردنه. خیلی اوقات اتفاق میفته که افراد بیش از آنچه که پول دارن دارن زندگی میکنن، یعنی قبل سالها قبل از اینکه فوت کنن اون سیوینگشون به صفر میرسه. حالا هر دلیلی که هستش، میتونه یکی از دلایل مهمش تورم باشه که افراد درآمدشون به اون صورت افزایشی نیست، ولی هزینه ها داره افزایش پیدا میکنه به سرعت، به همین جهت مجبورن از اصل پولشون یا مایه پولشون استفاده کنن و رفته رفته اگه دراز مدت زندگی کنن این پول تموم میشه. شما با ساختار انویتی میتونید لایف تایم اینکام بگیرید. لایف تایم اینکام تا همیشه ادامه داره و هیچ وقت تموم نمیشه و منبع مناسبی میتونه باشه برای ایجاد درآمد مکملی در کنار درآمد دیگه. برای همین 401k, IRA, TSA, Tax Shelter Account, 457, 403b, اگه دانش آموز بودید، اگه کشف، اگه ببخشید با دانشگاه کار میکردید و معلم بودید، اگه تو با بیمارستان کار میکردید، اگه با کمپانی های کورپوریشن های بزرگ کار میکردید، مطمئنن یک نوع حساب بازنشستگی دارید که میتونه در این زمینه استفاده بشه و به شدت اگر که جوانتر هستید، اگر که 5 سال، 10 سال، 15 سال تا ریتایرمنت فاصله دارید که چه بهتر، بسیار فرصت خوبیه. به خاطر اینکه این مدت زمانی که شما دارید تا از این برداشت رو شروع بکنید به شدت میتونه اینهانس بکنه اینکام بیس شما رو، به شدت میتونه منبع درآمد شما رو ارتقا بده، به شدت میتونه رو مقدار درآمد ماهیانه شما تأثیر گذار باشه و باعث این بشه که لایف تایم اینکامتون در ابتدا بیشتر شروع شه و رفته رفته بر اثر مرور زمان بتونه افزایش پیدا کنه. نکته بعدی، این حساب ها همونطور که گفتم به اون صورت هزینه ای ندارن. اگر که حسابی باشه که یک رایدر خاصی داره، مکسیموم هزینه که شما اکثر وقت باید برید 1% در ساله، ولی میتونم به جرات بگم 80-90% حسابایی که ما کار میکنیم هزینه سالیانه نداره. این بسیار مهمه، چرا که شما اگه اوریج ریترنتون 5-6% باشه، تمام اون به حسابتون اضافه میشه. تا اینکه یه جا باشید اوریج ریترنتون 8-9% باشه، 4% از شما، 3% از شما فی بگیرید. و اون خب به هر حال تأثیر گذاره در روند رشدی، در روند اکیومولیشن، در روند جمع کردن پول. نکته بعدی، عزیزان، همسر، زن و شوهرای عزیز میتونن از این حساب جوینت اینکام به وجود بیارن. شما میتونید با IRA خودتون یه جوینت اینکام به وجود بیارید که تا آخر عمر همسرتون هم ادامه خواهد داشت. بسیار مهمه این امر، به خصوص که آمار نشون میده آقایان به طور متوسط 5-10 سال از خانم ها زودتر فوت میکنن. و اگر اون آقا مسئول اصلی فایننس و امور مالی خانواده بوده، اصولا خانوما با مشکلات زیادی مواجه میشن پس از فوت همسرشون و داشتن درآمدهای تضمین شده مادام اونم بسیار تاثیرگذاره در کیفیت زندگیشون پس از اینکه عزیزشون رو از دست میدن و مجبورن که به هر حال تنها باشن. اینها ساختاره‌ای هستش که ما با دقت و درایت واقعا زیاد و با تجربه بسیار زیاد استفاده میکنیم. اگر این حساب ها خوب نبودن، ما تا این سال ها که اینقدر در موردش صحبت میکنیم از ارائه اونها صرف نظر میکنیم، ولی به خاطر اینکه ریزالت هایی که داریم میبینیم ریزالت های بسیار خوبی هستن و خوشحالی کلاینت ها رو میبینیم، اصرار داریم که افراد بیشتری رو در این حساب ها قرار بدیم. چون خیلی وقتا شاید شما حتی خودتون متوجه این نباشید که چه ویژگی داره برای شما این حساب ها. و جناب اسی میفرمایید که 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من دوست دارم که از شما عزیزان تشکر بکنم به خاطر که 1 ساعت وقتتون در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که اطلاعاتی که براتون آماده کردیم رو دوست داشتید. امیدوارم که بتونه به شما کمک بکنه یه قدم مثبت در جهت برنامه‌ریزی مالیتون بردارید. ولی شک نکنید اگر که مشاوره بگیرید بهتر میتونید تصمیم بگیرید، چون ما اطلاعاتی رو داریم که مطمئنم به دردتون میخوره. بدون شک تماس بگیرید، در خدمت خواهیم بود. 310-205-9000 310-205-9000. من احسان عسکری، Registered Investment Advisor از کمپانی Beverly Hills Financial Planners. خیلی خوشحال بودم که امروز در خدمت شما بودم. ایمان جان، شما مگر که
مشتاق هستی خدافزی بکنه دیگه. از آقای اسی هم خیلی تشکر میکنم. بله بله مرسی، خیلی ممنون از توضیحاتت احسان جان. همونطور که احسان جان هم گفتن، مطمئنا اگر شما حساب‌های بازنشستگی از قبل دارین میتونین با آفیس تماس بگیریم، ما به طور رایگان میتونیم این حساب‌ها رو برای شما ریویو بکنیم، نظر خودمون رو میتونیم در موردش بگیم. ما اینجا هیچ وقت هیچ کس رو در واقع چارج نمی کنیم برای اینکه باهاشون بخوایم صحبت کنیم یا اطلاعاتی بهشون بدیم. همیشه واقعا سعی می کنیم که بهترین آپشنی که اویلیبل هست و بهترین بنفیت رو به شما میرسونه براتون پیدا بکنیم. شماره تلفن آفیس هستش 310-205-9000 310-205-9000. و من هم خیلی خوشحال بودم که یک بار دیگه در این هفته با شما همراه بودیم و تا هفته آینده و خود جناب طالبی هم تشریف میارن با شما همراه خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید. ممنون از همه شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان و راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.